دعای عالیت. امروز همطور که میبینید در سرودها خوندیم، در تقویم مسیحیت روز یک شنبه نخله، روزی که عیسی مسیح پادشاه ما با ورود مظفرانه خودش به اورشلیم به عنوان شاه شاهان، رب الارباب، در اون فروتنی این پادشاهی خودشو به اورشلیم اعلام کرد. باشه که امروز خداوند ما ورود مظفرانه در اورشلیم قلب‌های ما به وسیله کلام ظفرمندش داشته باشه و برای ما امنیت، از آرامی، صلح، سلامتی، امید به ارمغان بیاره. مخصوصا برای افرادی که در تندباد بادها، تجربه های گوناگون، طوفان ها گرفتار هستند، احاطه هستند. باشه که صلح و سلامتی خداوند از طریق این شاه شاهان وارد قلب های شما بشه. باشه که امروز خانه دلتون آکنده از حضور این سرور سلامتی باشه و قلب های تک تک ما مثل اون نخل های پاینداز شاه شاهان پادشاه ما بشه، تا در آخر تمجید کنان، تجلیل کنان، مثل افرادی که در اورشلیم ساکن بودن بگیم خجسته باد، خجسته باد او که به نام پادشاهی که به نام خداوند می آید. آمین. و این پادشاه صلح و سلامتی رو در بدن مبارکش اورشلیم قلب‌های ما امروز به وضوح بیاورد. وقتی که توجه میکردم به مسیر موعظه های پاستور در این مدتی که به سمع شما رسوند، دیدم که چقدر زیبا داره درباره آموزه درد و رنج و مهنت و تجربه در مسیحیت که کاملا عزیزان، کاملا تجربه رنج و مهنت در آموزه مسیحیت در نجات ما ضروریه. به طور خلاصه میتونم بگم که او اشاره کرد در زمانهای خاصی که خدا میدونه بنابر مصلحت خودش، آن خوشی، آن امنیتی که ما خیلی مشتاق اونیم و خیلی سریع به اون وابسته میشیم از ما دریغ میکنه تا باعث تطهیر ما بشه، باعث پالایش ما بشه، باعث تبدیل و روح روان ما بشه که در نهایت ما رو به اون هدف ازلی و ابدی خدا که شبیه مسیح شدنه برسونه. آمین. سوق بده به اون سمت. همینطور این رنج ها عزیزان خیلی زیبا به ما هر ازگاه یاداوری میکنه که این زمین خانه ابدی ما نیست و این درد و رنج ها و آزمایش ها ما رو متوجه وطن آسمانی، خانه ابدی ما میکنه. چون ما خیلی مستعد هستیم انسان ها که در زمین نیکوی خدا پرورده بشیم، از امانت های متلذذ بشیم و اون وطن و اون خانه ابدی خودمون رو عیاد ببریم. ولی امروز من میخوام به فیض و قدرت روح خدا راجع به این صحبت کنم که این خدای پر از رحمت، این خدای عجیب و رای و عظیم الحکمت چه تجهیزاتی عزیزان، چه مفرهایی وقتی که در سختی ها هستیم، در اون مسیر تنگی ها هستیم برای ما مهیا میکنه. وقتی در اون صلیب های متفاوت دست و پا میزنیم چی کار برای ما میکنه؟ همینطور ما رو رها نمیکنه، بلکه تجهیزاتی آماده میکنه، مفرهایی آماده میکنه که به سلامتی از اون مسیرها عبور کنیم. اول قرنتیان خیلی زیبا باب 10:13 به این اشاره میکنه، میگه هیچ تجربه جز آن که مناسب بشر باشد شما را فرو نخواهد گرفت. بلکه خدا امینه، بلکه خدا امینه که مفرهایی برای ما میسازه که یارای تحمل او رو داشته باشیم و عبور کنیم. و اگه عزیزان این تجهیزات رو نشناسیم، اگه این مفرها رو نشناسیم، این مفرها و تجهیزاتی که خدا گاهن وقتی که در اون تجربه های بیوقفه، طوفان های بیوقفه که گاهن یه موقعم طولانی میشه، چه احساسی به ما دست میده؟ من فکر میکنم، خودم تجربه کردم قبل از ایمان، خیلی این رنج ها و درد ها عزیزان میتونه بنیان ستیز باشه،
میتونه روح ما رو، وجود ما رو پر از خالی بودن و تهی بودن بکنه. میتونه اون وقار و خیشتنداری ما رو در موقع آزمایش و تجربه ها از ما بگیره و اون موج سیل آسای ناامیدی، ترس و در نهایت اون میل شیطانی به مردن در ما رخنه کنه. تجربه کردین؟ من خیلی تجربه کردم. ولی همونطور که گفتم، خدا در مسیر تجربه ها، اون رنج ها، گاهی مفرهایی مثل اون مسافرخونه های زیبا برای ما آماده میکنه. یادتونه از تهران میخواستیم بریم رامسر، یه موقع تو اون پیچ و خم ها چقدر خسته میشدیم، تو یه جای اتراق میکردیم، یه چایی قمپلو و چی میگن؟ نیمرو اینا میخوردیم، چقدر جانمون تازه میشد. این مسافرخونه ها برای این نبود که اتراق کنیم، بلکه یه جانی تازه کنیم، دوباره چیکار کنیم؟ به سفر خودمون ادامه بدیم. یارای تحمل اون سفرهای زمینی پرپیچ و خم رو داشته باشیم. حتی خبر خوش اینه عزیزان، وقتی که از اون مسافرخونه ها بیرون میایم، دوباره تو تجربه قرار میگیم، تو اون سختی هایی که بنابر ضرورت خاص زندگی های ما باید متحملش بشیم، در اون تنبات های شمالی راهکارهای خدا برای ما در دسترس عزیزان آماده است. اون راهکارها، اون تجهیزات که حتی در اون مسیرهایی که هنوز به مسافرخونه بعدی نرسیدیم بتونه کمک کنه ما رو عبور بده. در اعمال باب 27 آیه 14 تا 20 خیلی زیبا به این اشاره کرد. یه نمایشی میتونم بگم حماسه‌ایه از زندگی‌های من و تو در خطرها، در طوفان‌ها. خیلی زیبای آیات به تصویر کشیده شده. میگه اما طولی نکشید، یعنی از اون مسافرخونه انگار یه نفسی کشیده، اما طولی نکشید که بادی بسیار شدید که به باد شمالی شمال شرقی معروف است از جانب جزیره به سوی ما وزیدن گرفت. کشتی گرفتار طوفان شد و نتوانست در خلاف مسیر باد پیش برود. از این رو خود را به باد سپردیم و همسو با آن رانده شدیم و در پناه جزیره کوچک به نام کودا پیش رفتیم و به سختی توانستیم زورق کشتی را به اختیار خود درآوریم. وقتی ملاحان آن را به روی عرشه کشتی آوردند، به کمک تناب‌ها اطراف خود کشتی را محکم بستند تا متلاشی نشود و از بیم اینکه مبادا کشتی در شنسار سیتریس به گل بنشیند، لنگر را پایین فرستاده و کشتی را در مسیر باد رها کردن. اینجا عزیزان پولس به درخواست خودش داره برای محاکمه نزد قیصر در روم میره، در حساس‌ترین ماه سال، در موقعی که بدترین شرایط رو دریا داشته، در ماه اکتبر بود. در اون زمان کشتی ها قطب نما نداشت و از طریق ستاره ها جهتیابی می شد و هوای سرد و ابری که وجود داشت تقریبا که نه کاملا رؤیت ستاره ها رو غیر ممکن می کرد. به خاطر همین خیلی وضعیت خطرناک بود، چون ستاره ها دیده نمی شد و افراد نمی دونستن چی کار باید بکنن. مدت 14 روز کشتی توسط بادهای شمالی به این طرف و اون طرف دریا سرگردون بود. افراد درون کشتی اصلا نمی دونستن که باید چی کار کنن، کجا برن. هی نگاه می کردن آسمون، ستاره ها پشت ابرا پنهون بود. بنابراین عزیزان با اون وضعیت غرق شدن و مرگ تک تک اونا چی بود؟ قطعی بود. همه تو کشتی امید خودشون رو از دست داده بودن. در اون تکانهای شدید هیچکی نمیتونست غذا بخوره و دریا زدگی که خیلی وحشتناکه، که بعضی تجربه کردین، به اوج خودش رسید. اما عزیزان همه بگیم اما، در تاریکترین لحظات چیکار کردن؟ ملاحان اون کمرهای خود رو به قوت بستن. در آخرین لحظه که دیگه ناامید شده بودن، بلند شدن، غیرت به خرج دادن. در اون وضعیت وخیم، در اون بادهای شدید، امواج وحشتناک، چیکار کردن؟ زیر کشتی رفتن و با تناب‌های خیلی محکم
تمام بدنه کشتی رو تناب پیچ کردن، به خاطر اینکه کشتی به خاطر اون تکانهای شدیدی که میخورد در اون تاریکی به صخره ها برخورد نکنه و شکسته و غرق نشه. تا حالا شده در زندگی های شخصی خودتون یه همچی وضعیت گیر کنی؟ تا حالا شده؟ انگار تمام درها به روتون بسته است، انگار به ژرفی ها، به آب های خیلی عمیق دارین فرو میرین. ارمیا خیلی زیبا میگه، میگه خدا من رو رهبری کرد، فکر کردم به جای سرسبز میبره، به ژرفی ها، به عمق ها برد. یه جوری احساس کردم که دور منو حصار کشیده و به ضد من داره عمل میکنه، منو با مشقت و تلخی پر کرده، مثل این افرادی که در هیچ امیدی نبود. در این زمان ها عزیزان به چه تناب های محکمی احتیاج داریم که کشتی های زندگی ما که در اون طوفانه دوچار شکستگی نشه، دوچار غرق شدگی نشه. هیچ تنابی عزیزان مثل کلام خدا و وعده های خدا نمیتونه ما رو از غرق شدگی حفظ کنه. از تجربه شخصی خودم و تک تک شماها که بعضیاتون پیش من اومدین خیلی اینو شنیدم و خودم تجربه کردم، وقتی که طوفان میاد عزیزان، وقتی که تو سختی میاد، هیچ چیزی مثل ذهن ما آسیب پذیر نیست، هیچ چیزی مثل ذهنای ما مورد تهاجم و دستبرد و سانحه قرار نمیگیره. شیطان و دار و دستش عزیزان خوب میدونن اگه تو خودتون مثل پولس و دوستاش به کلام مقدس خدا مثل یه تناب محکمه ببندی، نیست؟ از باب 27 عبور میکنی به باب 28 میرسی. باب 27 پر از درد و رنج و چه کنم بود، ولی باب 28 شفا، معجزه، اکرام، تمجید، مثل مزمور 23. و شیطان میدونه عزیزان که تو اگه کمر خودتو به کلام خدا ببندی چه عبور مزفرانه ای خواهی داشت. برای همین در این زمانهای خاص این دشمن ما شیطان میاد بی وقفه با سماجت، با افکار منفی ما رو مسموم و بمبارون میکنه. موعظه عالی کلال جون رو بهتون پیشنهاد میکنم برین گوش بدید. شیطان میاد تو گوش ما وزوز میکنه، کدوم خدا بیچاره داری غرق میشی؟ کدوم خدا؟ خدایی وجود نداره. خدا هم اگه وجود داشته باشه کره، برای از ما بهترون وجود داره. خود کرده رو تدبیر نیست؟ جون دره، میدونستی ماه اکتبره؟ چرا رفتی تو طوفان؟ اگه تو ذهنتو خالی بذاری و با نور و حیات پر نکنی عزیزان، هیچ مشاوره‌ای، هیچ امدادهای انسانی، هیچ حمایتی، هیچ دعا و ناز و نوازشی نمیتونه تو رو از طوفان زندگیت عبور بده. وقتی یه کشتی کوچیک رو میبینی، کوچیک، ضعیف، یه موقع تو فیلم ها من میبینم توی دریای خروشان، مهیب، ترسناک، در شب میبینی به ساحل میرسه، وقتی میری نگاه میکنی، تحقیق میکنی، میبینی تنها یک عامل بوده که این کشتی بر اون دریای طوفانی فائق بیاد. آب تو اون نفوذ نکرده عزیزان، برای همین تونسته عبور کنه. قدرت کلام خدا وقتی در تو نفوذ کنه، در ذهن تو نفوذ کنه عزیزان، هیچ طوفانی نمیتونه تو رو شکست کشتی کنه. باور میکنی؟ کلام خدا اجازه نمیده، چون که پیام مسیحیت پیام پیروزیه، پیروزی نور بر تاریکی، پیروزی خدا که معاون ماست بر شیطان، پیروزی ضعف های ما بر قدرت های انسانی که دنبالشیم. زمان هایی که مثل همه شما شکست کشتی شدم و دستخوش طوفان، یعنی داشتم می شدم و در طوفان‌های مهیب، شاید خیلی از شما خیلی بیشتر هم من اینا رو تجربه کردین، عبور کردم عزیزان. با پوست و گوشت و استخونم میتونم بگم تنها و تنها در اون ذهنی که داشت جولانگاه شیطان می شد و منو داغون میکرد، اندیشه ها و نگرانی های بسیار، فقط و فقط کلام خدا بود که جان منو آسایش میبخشید و کشتی طوفان زده زندگی منو محکم میبست.
وقتی که در جاده های تاریک مثل یه مسافر سرگردون این ور اونوری حیران و سرگردانی نمیدونی باید چی کار کنی، همه ما گیر میکنیم نیست؟ صدای استاد رو از لابلای کلامش میشنوی که میگه نترس، تو رو حکمت خواهم بخشی، تو رو به چشمان خود که بر توست نصیحت میکنم، چشمان خود که بر توست دورش قرمز کشیدم، یعنی چشمای خدا بر منه تو اون موقع که دارم حیران و سرگردانم، فقط منتظر آیتو نگاش میکنی؟ آیا یه خدایی میگی؟ یا دنبال امدادای انسانی؟ به چشمان خود که بر توست تو رو نصیحت میکنم، به راهی که باید بری تو رو ارشاد میکنم. وقتی پر از خشمی، نبخشیدنی، صدای شبان جانمونو لابلای کلام خدا میشنویم که خشم نکن، اینقدر دنبال تلافی نباش، نزد من ساکت باش، منتظر من باش، انتقام از آن منه. چقدر آروم میگیری وقتی احساس طرد شدگی میکنی، از نزدیکترین کست پشت به تو میکنه. معمولا افرادی که نزدیکترن خیلی دردش بیشتره. وقت کلام خدا، صدای این عزیز ما که گاهی مثل یه مادر ما رو تسلی میده، میگه هرگاه پدر مادر تو رو رها کنن، من تو رو بر میدارم. مادر ممکنه بچه شیرخواره خودش رو رها کنه، بارها دیدیم، اما من تو رو رها نمی کنم. آمین. و چقدر تسلی میابه جان تو وقتی از ادامه خدمت میترسی، دیگه توانشو نداری، همه چیز برات بار شده. صدای استاد رو میشنوی که میگه قوی باش، دلیر باش، مشغول باش، جان ازن، زیرا یهوه خدا تا کار خانه خدا تمام نشده تو رو رها نمی کنه. بارها و بارها این آیات جان منو برافراشته. وقتی از حمله های ناگهانی ترسانی، صدای خدا، صدای نجوای عاشقانه او میاد. نترس، خدای ازلی مسکن توست، در زیر تو بازوهای جاودانی شبان نیکو قرار داره. دشمن را از حضور تو اخراج میکنه و به تو میگه هلاک کن، یعنی تو او سهم داری. وقتی تو دلت رخ میشورن، وقتی میترسی، وقتی نگرانی، وقتی این لیست میتونه همینطور ادامه داشته باشه، عزیزان خدا میاد با شمشیر دو دم کلام مقدسش نور رو از تاریکی جدا میکنه. آمین. حرکت رو از انحراف جدا میکنه. آبهای بالای زمین رو، فکرهای خدا رو از اون فکرهای نفسانی و انسان کاذب جدا میکنه. اگه چندین ساعت راجع به اعجاز کلام خدا، معجزه‌ای که این کلام مقدس در زندگی‌های ما به مخصوصا به وقت تجربه‌ها و سختی‌ها داره، حقیقتا میتونم بگم ساعت‌ها طول می‌کشه، در آخر من قابلیت اینو ندارم، واژه و کلمه و جمله کم میاد که از اعجاز کلام خدا بگم. کاشکی که بیشتر از این به احکام او رغبت داشتیم. کاشکی کلام او رو جوری بر می داشتیم مثل اینکه یه غنیمت وافر یافته ایم. کاشکی مثل ایوب می گفتیم کلام تو رو خدا و فرمان لبهای تو بر نمی گردم. از این فرمان لبهای زیبا و مقدس تو که همش برای من سلامتی، شفاست، آزادیه، بر نمی گردم. بلکه کلام تو رو زیاده رزق روزی در دل خودم ذخیره میکنم، بیشتر از قرمه سبزی، بیشتر از چلو کباب و کله پاچه در دل خودم ذخیره میکردم. کاش که با کلام اون انس میگرفتیم که وقتی که شکست کشتی میشیم، اقلا بعد از 2-3 سال به جای اینکه باری رو شونه های خسته کلیسا باشیم، به طوفان زده های دیگه کمک کنیم. آمین. و وقتی که عزیزان با اشتیاق، با امید کمر دلهای خودتو با
با تناب محکم کلام خدا میبندی. بعد یه راهکار دیگه خدا نشون میده، آیه باب 27 آیه 19 میگه آنها شروع کردن با دستهای خودشان کشتی را سبک کردن. اصلا دیده هنوز کافی نیست، یه کار دیگه کردن با دستای خودشون، بارهایی که به اون نیاز نداشتن از کشتی چیکار کردن؟ بیرون انداختن. بیا امروز خواهر برادر عزیزم، اون اسباب اساسی شکایت، ناامیدی، نقنق، نگاه کردن به شکستای گذشته، تجربه های گذشته، رنج دیدگی، تلخی، الهی بمیرم برای خودم، امروز بنداز توی از کشتی زندگیت بیرون. بیا امروز هر بار گران، هر گرهی، هر گناهی که تو رو داره سخت میپیچه، که مثل کوله باری رو شونه های توره، که تو رو نمیذاری جلو بری به بندر مراد برسی، از خودت سبک کن، آزاد کن. بیا امروز اون وسایل بی مصرف جاتن کن عزیزان، که خودتو و اطرافیانتو به نابودی میکشه. از مؤخر کشتی خودت چیکار کن؟ بیرون بنداز. امروز بیا سری به توبره‌های شونه های قلبت، اون فکرت که انباشت است بنداز. چه آشغال هایی که سالها داری قربارش میکنی؟ فلانی به من اینو گفت، فلانی رو نبخشیدم، از فلانی نمیگذرم، باید تلافی کنم، وایستادم خدا به میان بیاد. از این حرفا منم زدم عزیزان ها. اینا آشغال هایی که بین تو و خدا، بین تو و خواهر و برادرت، و بین تو و رویای خدا، سرنوشتی که برای تو داره خدا، فاصله میندازه. بیا امروز یک چیز بکن، با قوت روح خدا خودتو سبک کن از فکرهای منفی، به خصوص سنگین تری سنگ و کلوغ و بار. میدونی چی عزیزان؟ نبخشیدن، نبخشیدن عزیزان. اول خودتو دچار غرق شدگی میکنه، انسان کور میشه دیگه، غرق میشه در خودش، الهی بمیرم برای خودم، هیچکی مثل من قربانی نیست، و کم کم خودتو خانوادت دچار غرق شدگی میشی. بیا امروز این بارهای سنگینو که روح القدس داره بهت نشون میده، کلام خدا داره بهت سخن میگه، کاش که فروتن بشی در برابر کلام کاشته شده خدا، تا امروز جان تو نجات بیابه. آمین. و همینطور که عزیزان کشتی دلهای خودتو، بدن خودتو، زندگی خودتو با تناب میبندی، این آشغالها و چیزایی به درد نخور و دور میریزی، بعد سومین راهکار چیه؟ لنگرها رو توی دریا میندازی. آیه 29 میگه چون میترسیدن که به صخره ها برخورد کنن، چهار لنگر از عقب کشتی انداختن و دعا کردن که هر چه زودتر روز بشود. برای اینکه کشتی از اون تکان های شدید به صخره ها برخورد نکنه و تا روشنایی روز انقدر تکان تکان نخوره، به هر جا که دلش میخواد نره، متوقف نگرش دارن. از اون چهار لنگر از کشتی، از چهار طرف کشتی بیرون انداختن. در نهایت این چهار تا لنگر بود که کشتی رو سفت و محکم تا بندر، تا ساحل، تا بندر مراد نگه داشت. این لنگر رو چی عزیزان؟ لنگر اول داشتن دید، هدف و رویا خداست. اگه تو در مسیح هستی، از خدا رویا و هدفی برای تو داره. اگه امروز تو هدف و رویا تو بشناسی یا شناخته باشی، هیچ طوفانی عزیزان، هیچ تنبادی تو رو نمیتونه از مسیر خارج کنه، این به صخره بزنه. باور میکنی؟ در طوفان ها اگه تو رویا داشته باشی، خدا روی تو رو مثل سنگ خارا در برابر تمام سختی ها و مخالفت ها سخت و محکم میکنه. تو از هر تنباد، از هر جزر و مدی با پیروزی عبور میکنی. خدا خودش به ارمیا میگه، میگه اون موقع که در شکم مادرت بودی من تو رو برگزیدم. ارمیا به تک تک شما داره میگه، منم که برای تو رویایی داشتم. همچون علابختکی تو به دنیا نیومدی،
تو نجات پیدا نکردی، تو برای این اینجا هستی که در دید و هدف و رویای خدا قرار بگیری. اگه رویا نداشته باشی عزیزان، تنباد که هیچی، قربونش برم، با یک نسیم بهاری هم تکان تکان خواهی خورد. امروز با چه مصیبتی روبرو هستی؟ با چه تاریکی؟ با چه تنبادی؟ با چه جزر و مدی؟ مهم نیست اصلا تو با چه چیزی روبرو هستی، مهم اینه که کجا خواهی رسید. تمرکز تو امروز بیا رو مشکلات بردار، آمین، و به ساحل، به اون رویا و هدف خدا چشم بدوز. رویای خدا رو ببین، مثل یوسف، مثل داوود، مثل پولس. بدون رویای خدا میتونستن این مسیرهای سنگین و طوفانها رو بگذرونن. عزیزان، عیسی به خاطر اون هدف و رویایی که پیش رو داشت متحمل امواج سنگین صلیب شد. عزیزان، به خاطر اینکه یک رویایی در دل داشت، رویای اون نجات من و تو بود. او پشت صلیب رو میدید، او ساحل نجات من و تو رو میدید. برای همین رویا بود که تونست اون مسیر رو زفرمندانه بره. خدا از گناهکاران میتونه استفاده کنه عزیزان، از شکست خوردگان میتونه استفاده کنه، ولی نه از کسانی که تسلیم مشکلات میشن. اگه خدا با ماست، چه شرایطی میتونه امروز به ضد تو عمل کنه؟ تمرکز تو بیا امروز به صبحگاهان پیروزی بنداز، در مسیح، با مسیح. عزیزان، شامگاهان گریه رخ می نماید، اما صبحگاهان شادی هم نازل خواهد شد. اگه ایمان داری برای خداوند دست بزن. برای خدا با شادی دست بزن. هللویا. برای خدایی که بر طوفان‌های زندگی تو جلوس میکنه. آمین. و دومین لنگر، لنگر شجاعت. شجاع باش. اگه بلدی هی نجوای شیطانو گوش کنی، وزوزای شیطانو، من میدونستم، من بیچاره، خانوادم اینجوری بودن، منم میدونستم که به این روز میافتم، پس بلدی، بلدی بگی من عبور خواهم کرد، من این مسیر رو ادامه خواهم داد، چون خدا پشت منه. اگه همه عیسی رو ترک کنن، من او رو به هر قیمتی پیروی میکنم، من ترسان نخواهم شد. چرا؟ چون خداوند نور و نجات منه، خداوند پناهگاه امن منه، از که هراسان شوم؟ عزیزان، شجاعت به معنی نترسیدن نیست، بلکه به معنی اینه که میترسی، زانوهات رمق و جون نداره، ولی خیر خودتو میگیری، بلند میکنی و دوباره جلو میری. آمین. امروز بیا تمرکزتو به ساحل بنداز، به بندر مرادت بنداز، با سری افراشته، با عظمتی از ایمان که در نگاهت. عزیزان، به خودت بگو، به جان خودت بگو، داری میرسی، داری میرسی. از مزمور 22 عبور میکنی به مزمور 23 که مرتعهای سبزه، آبهای آرامه، جایی که خدا جان تو رو تازه میکنه، به اونجا میرسی، داری میرسی. اعمال با 27 آخر عمرت ادامه نداره، صلیب قربانی خودشو تا آخر رو خودش نگه نمیداره. هرچی که تسلیم باشی و اراده خدا رو بفهمی، صلیب قربانی خودشو رها میکنه و به باب 28 میرسی. شفا، آزادی، اکرام، تکریم، تمجید، شادی، بادهای لطیف جنوبی که قایق کشتی تو رو، کشتی تو رو بدون هن هن کردن و پارو زدن به بندر مراد میرسونه. بری خودتون بخونین. و سومین که لنگر عزیزان، پرستش کردنه، پرستش کردنه. وقتی در طوفان گیر میکنی، مخصوصا وقتی ناگهانیه، یهویی بهت برخورد میکنه، برای همین پاستور داره هفته ها سر رو آماده میکنه، نیست؟
که یهوی دچار طوفان نشی. وقتی ناگهانی به تو برخورد میکنه تو چی میشی؟ مستعد میشی که نق بزنی، قر بزنی. و خیلی آسون عزیزان آب پاکی رو بریزم رو دستت، خدا هم تحت تاثیر قرار نخواهد گرفت. به سوی افسردگی میری و کم کم خودتو تسلیم میکنی، تسلیم این روح. در همین اواخر بود عزیزان که از دریای خروشان و وحشی اژه خودم داشتم عبور میکردم. کم کم هیچ علائمی با تمام دلداریایی که به خودم میدادم، هیچ علائمی از ساحل و باد جنوبی و این چیزا اصلا نمیدیدم، روشنایی رو نمیدیدم. راستش کم کم نق زدنم شروع شد. ظاهرم خیلی خوب بود، هللویا، ولی در دلم پر نق بود. میرفتم در حضور خدا به جای اینکه پرستشش کنم زیر لب میگفتم قربونی شکلت خیلی داره طول میکشه ها، حالا کی رو باید ببینیم اگه همچینم نخوام شبیه عیسی مسیح بشم؟ میشه دیگه وقتشه یه مفری، یه مسافرخونه‌ای. میدم هیچ خبری نیست. کم کم از این افکار، این یه بختک احساس میکنم روی من داره میاد، همینجور منو به این لوجه های سنگین داره فرو میبره. تا روزی رسید که باید موعظه پرستش در روح راستی رو میکردم. در درونم پر نوعگری، باید پرستش در روح راستی رو میگردم. نقنقم بلندتر شد و گفتم آخ کاشکی میرفتم گم میشدم، کاشکی مسیحی بودم همجور اون تعمیشستم، کاشکی الان با این حال اصلا چجوری میتونم پرستش کنم؟ اصلا هیچ حالتی از پرستش و شادی تو من نیست. همجور میدم یه آب داره تو کشتی من داره نفوذ میکنه، پایین و پایین تر میرم. حقیقتا یه روح سنگین روی من اومده. همجور که پایین و پایین تر میرفتم دست خودم رو معمولا زانو میزم روی میز، کتاب مقدسم بود، گفتم ای خدا، و یعنی واقعا سختم بود حتی یه آیه بخونم. اینه یه داروی تلخ بود برام که اصلا انگار روح من نمیفهمید هیچ چیزو. گفتم الان نوبت چیه قربونش برم؟ میخوام بهتون بگم یه موقع دشمن حتی کلام خدا اگه وارد نباشی استفاده میکنه. مزمور 137 اومد مثل یه تیر خلاص در اون ساعت 12:01 بعد از ظهر به من زده شد. منی که داشتم به سوی افسردگی و ناله جلو میرفتم، این مزمورم اینجور میگفت: نزد نهرهای آب نشستم و گریه کردم، چون روزهای قدیم رو به یاد میآوردم، همینجور ناله رو سر دادم. الان امروز چطوری بیام در سرزمین بیگانه در این طوفان‌ها خدا رو بپرستم؟ بنابراین بربط‌های خود رو به درخت آویزون کردم، چون که سرود یخته، اصلا من نمیتونم سرود بخونم. دیدم انگار همه چیز داره دست به دست میده که منو تموم کنه. یه دفعه به جان خودم، باور کنی با یه قدرتی از خودم نبود، روح خدا بود، به خودم نهیب زدم ای جان من چرا در من منحنی شدی؟ بر خدا امید دار، دوباره تو خدا رو حمد خواهی گفت، کارهای عظیم خدا رو خواهی دید، مزمور 23 رو تجربه خواهی کرد. و از هرسم، از اون هرس این دشمن که داشت اینجوری منو فرو میبرد، بالای مزمور 137 نوشتم: اما، همه بگی اما، من بربطهای خود رو به درخت آویزون نمی کنم، من در بیابانهای برهوت زندگی خودم، در طوفانهای خودم سرودها برای خدا خواهم خوان. امروز با دف و رقص برای خدا سرود خواهم خوان. هللویا. عزیزان اون روز در اون ماهای اخیر یکی از پربرکت‌ترین روزهای خدمت من بود. چقدر کلام خدا عالی کار کرد، پر از لمس و حضور خدا بود. من اصلا خودم لحظه به لحظه کیف میکردم، جون میگرفتم، قوت میگرفتم، پر از پرستش، پر از افراد میامدن دعا میکردن. یه اون روز مثلا میگفتم ای خدا کاش کیش که نیاد درد دل کنه، کاش کیش که نیاد دعا بخواد. ولی باور کنین تا آخرین لحظات من فقط در حال خدمت، پر از قوت، تا ساعت 11 شبم فقط شکرگزاری میکردم. عزیزان چرا؟ چون خداوند ما آفتاب و سپره، چون خداوند فیض و جلال میبخشه و هیچ چیز نیکو رو من نمیکنه از آنانی که بر خدا توکل میکنن. آمین.
و آخرین لنگر که محکمترین و چهارمین لنگر ماست. وقتی خودتو میبندی با کلام خدا، وقتی اون آشغالهای اضافه رو دور میکنی، وقتی بارها رو از بارها رهایی پیدا میکنی، خودتو تقویت میکنی، به هدف نگاه میکنی، به رویا نگاه میکنی، جان خودتو بر میافرازی، خدا رو میپرستی، قربانی های پرستش به خدا تقدیم میکنی، اون موقع یک امیدی در دل تو روشن میشه و این امید مثل لنگریه که به درون محراب انداخته میشه. آمین. در عبرانیان باب 6 آیه 19 میگه این امید به منزله لنگری محکم و ایمن برای جان ماست. امیدی که به محراب پشت پرده در اون قدس الاقداس راه مییابد. از اون وقتی لنگر تو در جای درست میندازی، جای درست وصل هستی، تو هرگز تناب زندگی تو پاره نمیشه. آمین. وقتی ریشه تو در مسیح، در اون صخره نجاتت، گاهن جدا میشی، مثل من زقزق میزنی میری، ولی چون این لنگره وصله میری، یکم فاصله میگیری، ولی دوباره این یویو بر میگردی، چون وصلی به خدا. کسی هست اینجا که آمین بگه؟ آمین. نمیتونی زیاد دور بشی، نمیتونی بری برای همیشه گم بشی، چون لنگر تو در جای درست وصله. بزرگترین بار برای کلیسا افرادی که ریشه در مسیح ندارن، لنگرشون رو تو درون محراب ننداختن، دائم باید مواظبشون باشی، 10 نفر حوله به دست بادشون بزنه. ببخشین سلام نکردم، ببخشین ندیدمتون، ببخشین، هی دائم تن لرزه داشته باشیم، آخرم به یه تنباد که چی، یه نسیمی بهشون بخوره میرن محو میشن و دیگه دیده نمیشن. وقتی لنگر ما عزیزان به جای درست وصله، در خود عیسی مسیح خدا و نه در پاستور، نه در خادمی، نه در خواهر نصری، محبت‌های انسانی، در خود عیسی مسیح تو ریشه داری، مثل پولس میتونی بگی کیست که من رو از محبت خدا جدا کنه؟ آیا دلتنگی؟ آیا مصیبت؟ آیا باد و طوفان؟ آیا بی‌آبرویی که ما ایرانی ها میمیریم و جون میکنیم؟ حالا کلیسا و مسیح هزار تا بلا سرش بیاد، فقط آبروی من نه، فقط جلو کسی آبروم نره. آیا بی آبرویی؟ عزیزان آبروی ما عیسی مسیحه. حتی اگه تمام روز مثل گوسفندای ذبح شده باشیم، اگه تمام روز در تنبات ها باشیم، میتونیم بگیم بیشتر لیاقتم خوشبختم، بیشتر لیاقتم اون من رو محبت میکنه. آمین. اوی که دائما مفر میسازه و حتی در طوفان هستی تجهیزات برای تو آماده میکنه. بیایم این خدای عظیم و عجیب رو، خدایی که فوق از طاقت ما رو در آزمایش نمیاره، با تمام قلب و جانمون محبت کنیم. خدایی که وقتی در دریاهای خروشان و وحشی زندگیت گیر کردی، میاد با کلامش تو رو میبنده، میاد هدایتت میکنه که اون آشغال‌ها رو دور بریزی، جان تو رو بلند میکنه، بر میگردانه به خاطر نام خودش که دوباره او رو بپرستی، زانوهای ضعیف تو رو قوت میده، دستای افتاده تو رو بر میافرازه تا از تاریکی به سوی نور بری عزیزان، تا اعتراف امیدتو محکم کنی، تا امیدی در دل تو به وجود بیاد که لنگر تو در جای درست انداخته بشه. بیایم امروز لنگرمون، اگرم لنگر ننداختیم، به صخره نجاتمون لنگر بندازیم. او که خودش از طوفان‌های سنگین عبور کرد، نه فقط عبور کرد عزیزان، تا لوجه‌ها، تا دنیای مردگان در اون حفره‌ها فرو رفت، ولی ظفرمندانه برخاست از مردگان. در او حیات هست عزیزان، فراوانی حیات هست. بیا امروز به خدایی فکر کن، به پادشاهی فکر کن، به آقا و سروری فکر کن، به یاور و پشتیبانی فکر کن، به صخره و پناهگاهی فکر کن که فقط ادعا نکرد خداست، نیست؟ بعد بمیره، بعد فاتحه براش بخونیم، بریم سر مقبرهش یه زیارتگاه بسازیم، سینه بزنیم، ای آقا کجایی؟ سالگرد براش بگیریم، سیاپوش باشیم. عیسی از مردگان برخاست. هللویا. میلیون ها سلول مردگان
مرده او شروع به حیات و زندگی کرد به خاطر من و تو. عزیزان که امروز امید و حیات و لنگر تو اول بندازی در او که حیاته و حیات و امید به تو منتقل بشه. کسی که امروز زنده است رهبر و سلطان و پادشاه قلب ماست، همان عیسایی که امروز مشتاقانه میخواد در اورشلیم قلب تو در این روز مبارک وارد شه و تمامی ابعاد اونجایی که میترسی میلرزی پر از سلامتی و سرور کنه. کسی که میتونه تو رو از باب 27 به باب 28 برسونه و اونجا مسافرخانه های زیبا اتراق کنی. عزیزان بیاییم خدای عالی رو امروز با امید و ایمان در روح و راستی بپرستیم، چون فقط او سزاوار پرستشه. در آخر یکی از مهمترین و امید بخشترین دلیلی که خدا ما رو از طوفان‌ها عبور میده، میبره تو طوفان‌ها، میبره در امواج‌ها، در اون جزر و مدهای وحشتناک گیرمون میده، برای اینکه ما این خدای طوفان‌ها رو بشناسیم، این سلطان طوفان‌ها رو عمیق‌تر بشناسیم، این پادشاه دریاها رو بشناسیم. آمین. و به قول کلاله جون یه نوبت دیگه ازش بگیریم، فرار نکنیم، یه نوبت دیگه بگیریم، چون میدونیم این درد و رنج ها برای این نیست که ما رو پایین بکشه، بلکه روح ما رو تعالی بده. وقتی به اینجا رسیدم این سرود همینجور تو گوشم نجوا میکرد که چوبم زنید، سنگم زنید، عیسی خداوند منه. ولی گفتم الان چوب و سنگ نیست و همینجور به قول آزادی جون فلودائه برای اولین بار این کلمات همینجوری میجوشید میامد. طوفان بیاد، امواج بیاد، عیسی خداوند من است، در او سیاهی مرده از سردار امواج من است، او کمال و نور من است، چراغ شبهای من است، او راه و راستی من است، قوت بازوی من است، عیسی خداوند من است. ای بی پناه در طوفان، بی بادبان و ای بی کلام، بی لنگران و آسیان، اینک بردار تو این پیام، عیسی خداوند من است، شور غزلهای من است، لنگر امید من است، نوای تارهای من است، غزال زیبای من است، شاه دلارام من است، عیسی خداوند من است. آمین. برکات سیاهی مرده از سردار دلبند من است.